سری برگردیم، سری برگردیم، خیلی وقت کم شد. چی داشتم میگفتم؟ آها، من الان دارم به دگر اینجا میگم که این view model provided dot factory که من دارم پروواید میکنم باید سینگلتون باشه. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که این کامپوننت زنده است. سینگلتون نه به معنی سینگلتونی که عامه، یعنی تا وقتی که این آبجکت روی مموری وجود داره، نه، این به معنیه که تا وقتی که این کامپوننت زنده است و من دسترسی دارم بهش، شما آبجکت یکسان به من بده. این به این معنیه. دیگه بیشتر از این اجازه بدید تو این موضوع نرم، فقط بریم ببینیم که چه مشکلاتی میتونن ایجاد کنن و چه بدی و خوبی هایی دارن. اولا که اسکوپ ها یه وقت سوء تفاهم نشه، اسکوپ ها یکی از بهترین قابلیت های ابزار دیپندنسی اینجکشنه و تقریبا نیازه که باشن، نمیشه که نباشن. تو همه قسمت هایی که دارید با دگر کار میکنید یا دارید با حتی خودتون هم دارید پروواید میکنین، دستی دارید این کار میکنین، نیازه به اسکوپ. اما بدی داره. شما وقتی میاد یه اسکوپ به این به این دیپندنسی میدید، به دگر میگید که اینو برای من سینگلتونش کن. سینگلتون چجوری کار میکنه؟ یه پترن سینگلتون معروفی وجود داره به نام دابل چک. دگر میاد اونو برای شما پیاده سازی میکنه و میخواد و توی کدها از اون استفاده میکنه. اون دابل چک یه دونه سینکرونایز توش داره که به شدت کار سنگینیه و اگه این سینکرونایز رو بارها تکرار کنه میتونه حتی جلوی یو آی شما رو بگیره و دیگه حتی یو آی جنگ اصطلاحاً ببینید یا لگ ببینید روی صفحه عامیانه ترش. پس سعی کنید تا جایی که ممکنه از زدن اسکوپ علکی جلوگیری کنید. حالا کجا خب بزنیم، کجا نزنیم، کجا بزنیم؟ اول توضیح بدم که کجاها بزنیم. جاهایی که واقعا نیاز ما اون اسکوپو داشته باشیم. من یک چیزی برای خودم دارم، یه روشی برای خودم دارم که پیاده میکنم، نگاه میکنم ببینم این آبجکتی که دارم پروواید میکنم آیا استیتی داره. استیت یعنی چی؟ یعنی بذارید من برم داخل کلاس ویو مدل ریپوزیتوری مثال خود نگاه میکنم ببینم اینجا وریبلی داره نگه داره یا خیر. همین، اگر همچین چیزی توش ببینم، اگه کدی باشه که قبلا بهش تشرف نداشته باشه، یعنی من قبلا باش کار نکرده باشم، میگم اینه نمیتونم سینگلتونشو بردارم چون ممکنه این آبجکتی که من اینجا استیتی که داره اینجا نگه میداره چند جای دیگه مورد استفاده باشه و این داستان میسازه. پس اینو دست نزنید بهش. پس حرفی که با خودم میزنم چیه؟ میگم که این آبجکتی که دارم پروواید میکنم که اینجا هم اسکوپ زدم روش، استیتی توش داره که جای جور دیگه نتونم این استیت رو هندل کنم. اگر جواب این سوال بله بود، این اسکوپ میمونه اینجا. اگر خیر بود، این اسکوپ نمیمونه. حالا اگه با هم دیگه این ریپوزیتوری رو ببینیم، میبینیم هیچ استیتی اینجا نگهداری نمیکنه. پس من میتونم این اسکوپ رو از بالای این بردارم. من یه ذره اینو کم کنم. خیلی خوب، اسکوپ رو از بالای این بردارم و این سربار اضافی که فقط روی کامپایل نیست بلکه روی ران تایم اصل قضیه، این سربار رو حذف کنم. حالا بریم ببینیم کجاها من اسکوپ زدم. معمولا کسایی که تازه یاد میگیرن اسکوپ بندی کنن پروژه رو، روی همه چی اسکوپ میزنن، از اون بالا شروع میکنن، همه رو تک تک اسکوپ میزنن. سعی کنید نکنین این کارو، به خودتون رحم کنید. خیلی از اینا اصلا نیاز ندارن اسکوپ بشن. گفتم اون استیت داخلی ندارن یا اینکه اصلا الکی اسکوپ زدن روشون، یا آبجکت مهمی توش نیستن، یا خیلی سنگین نیستن. یه نکته دیگه هم راجع به اسکوپ ها بگم. اسکوپ سینگلتون که حالا اصطلاحا میگیم سینگلتون، یا سینگلتون کردن یک چیزی، خلاف دیپندنسی اینجکشنه. یعنی شما وقتی دارید یه چیزی رو سینگلتون میکنید، دارید برخلاف مفهوم دیپندنسی اینجکشن پیش میرید. پس سعی کنید نکنید که توضیح این قضیه خودش داستان طولانی داره، ولی اصطلاحاً بهشون میگن گلوبال استیت. گلوبال استیت ها کلن چیزای بدی هن، تستینگ هم خیلی سخت میکنن و سعی میکنن که ازش دوری کنن تا جایی که ممکنه. عرضم به حضورتون که خب من الان اصلا روی این نیاز نیست اسکوپ بزنم، پس حذفش میکنم. توی کلاس OKCTP
ماژول هم اگه برم اوکی اچ تی تی پی ماژول هم برم باز همه چیزو من اومدم اسکوپ سینگلتون روش زدم، یا حتی میتونستم بیام اینجا اپ اسکوپ بزنم، اصلا فرقی نمیکنه. هر کدوم از اینا رو میزدم یک رفتار رو دگر از خودش نشون میداد، یه جور باشون کنار میومد، یه اسمش فقط فرق میکنه. پس من مجبورم که خیلی از اینا رو حذف کنیم. کدوماشون رو حذف میکنیم؟ اونایی که میدونم استیت نگه نمیدارن. این توکن، این اینترسپتور من میدونم استیت نگه نمیداره، ولی اینو میذارم بمونه، بعداً باهاش کار دارم. این یه مشکل دیگه ای هم حتی این داره، یعنی این دوتا مشکل داره. ولی چیزی مثل کانتکست، کانتکستی که من اینجا پرووایت کردم خودش سینگلتونه. خب چرا اومدم من اینو دوباره سینگلتون زدم؟ یا اینجا اومدم دوباره اینو سینگلتون زدم؟ خب این خودش سینگلتونه، مثلا کلاس اپلیکیشن کلا یه دونه تو کله لایف تایم توش وجود داره، چرا سربار بذارم روی سربار اضافه بذارم روی اپلیکیشنم؟ شیر پرفرنسز لزومی نداره سینگلتون باشه، دوباره هم ساخته بشه، هیچ هزینه و سرباری نداره. بریم یکی دوتا مثال خوب برای اسکوپ کردن ببینیم. یکی از آبجکت هایی که من همیشه اسکوپ میزنم، حتی اگه ببینم واقعا نیازی بهش نیست بازم اسکوپش میزنم، اوکی اچ تی تی پی کلاینت، چون جلوگیری میکنه از اشتباهات. اوکی اچ تی تی پی کلاینت خیلی آبجکت سنگینیه و توش یه سری ریسورس ها ایجاد میکنه هر بار که شما بیلدش میکنین، که این ریسورس ها هزینه زیادی داره. توصیه میکنم حتما به توصیه خود توسعه دهندگان، چقدر لغت توصیه گفت، اوکی اچ تی تی پی این رو سینگلتونش کنید یا اسکوپ بدین بهش، این یه دونه رو استثناء بذارید. ولی من همه چیز دیگه همین به بعد من اسکوپاشون رو حذف میکنم، حتی رتروفیدو که یه ذره آبجکت نسبتاً با سنگین تریه، حتی سرویس های رتروفید. باز ولی بستگی به خودتون داره که ببینید چجوری کدومشون کار میکنن، کدومشون چجوری کار کدومشون رفتار بدی از خودشون نشون میدن. باز میگم تا حد ممکن از زدن سینگلتون یا اسکوپ بندی جلوگیری کنید. بریم روی برنچ بعدی که شماره 3 میشه. میبینید که من همه اسکوپ ها رو اومدم حذف کردم توی نتورک. آه خدای من، اوکی HTTP ماژول اومدم همه رو حذف کردم. این انترسپتور رو مخصوصا نگه داشتم با اینکه میتونستم حذفش کنم. اگه ببینید چیزی توش نگهداری نمیشه و مهم نیست، اون یکی انترسپتور هم که گفتم باز هنوز اسکوپش رو نگه داشتم. اینا همه دلیل داره. چرا؟ ببینید شما وقتی میاد یه چیزی رو اسکوپ میزنید، مثل گفتم اوکی اچ تی تی پی، حتما من همیشه اسکوپش میزنم، پس میدونم که اینجا این همیشه سینگلتونه و همیشه یک بار ساخته میشه. خب اوکی اچ تی تی پی یه سری دیپندنسی ها داره دیگه، یه سری اینترسپتور اینجا اومدن برای اوکی اچ تی تی پی پرووایت شدن. وقتی این اوکی اچ تی تی پی خودش یک بار پرووایت میشه و یک بار ساخته میشه، خب طبیعتا قانون تعدی میگه اینا هم یک بار پرووایت میشن دیگه، یک بار ساخته میشن دیگه. پس من اگه چه اینا چه روی این دیپندنسی ها اسکوپ بزنم چه نزنم، در واقع اینا یک عدد تا آخر این اپلیکیشن، تا آخر لایف تایم خواهند بود. پس بهتره که من سربار ساخت اوکی اچ تی تی پی رو کمتر کنم و این سینگلتون ها رو از روش وردارم، که حالا اینا هم تو برانچ بعدی برداشتم. پس اگه یه دیپندنسی دارید که تهش میرسه که اسکوپ داره و ولی تهش میرسه به یه دیپندنسی دیگه، خودش استیتی نداره، این خیلی مهمه، خودش استیتی نداره ولی به خاطر یه دیپندنسی دیگه که اسکوپ داره شما اومدین اسکوپ بندیش کردید، نکنین این کارو و سربار الکی رو حذف کنین. حتی اینجا قابل بحثه که من میتونم اوکی اچ تی تی پی کلاینت هم بیام سینگلتون از روش بردارم. چرا؟ چون اوکی اچ تی تی پی اومده توی رتروفید فقط به کار رفته و رتروفید هم خودش سینگلتونه، پس من میتونم برم اوکی اچ تی تی پی رو بردارم. استثناءن من گفتم اوکی اچ تی تی پی رو نگه میدارم به خاطر اینکه اوکی اچ تی تی پی اگه یکی دیگه احیانا بیاد اینجکتش کنه، دو تا ساخته میشه. من میخوام جلوی اینو بگیرم و اوکی اچ تی تی پی ساختن دوبارش خیلی بده. حالا یه نکته هم بگم، آقا گفتیم اوکی اچ تی تی پی دوباره نسازیم، آقا واقعا اینجوریه؟ نه، میتونید دوباره بسازید ولی راه داره برای ساختن دوباره اوکی اچ تی تی پی. بیاید قبلی رو اینجکت کنید، روش نیو بیلدر بزنید و رو اون نیو بیلدر حالا لاجیک جدیدتون رو پیاده سازی کنید و بیلدش کنید. اینجوری اون منابعی که اوکی اچ تی تی پی اول ساخته با این دومیه شیر میشه و هزینه خیلی کمتری داره روی حالا مموری، سی پی یو و و و و. بگذاریم که حالا اینجا کوالیفایر رو هم اعمال کردم. یه چیزی بعضی وقتا میگیم که آقا من این آبجکتم سنگینه ولی استیتی توش نداره، ولی تا جایی که ممکنه میخوام آقا، تا جایی که ممکنه دیگه دوباره ساخته نشه، این خیلی سنگینه، پروژه رو ممکنه مثلا حتی
اگه تون تون ساخته بشه ممکنه مثلا روی فشار وارد کنه مثلا به ترید اصلی. این چیکار کنیم؟ میام میگیم که آقا از اسکوپ ریوزبل که باز یه اسکوپ استثنایی توی دگر بیاید استفاده کنید که اونم باز اینطوری میتونید بزنید. ریوزبل باز میبینید که اینجا خودش اومده اسکوپ زده که این البته بتاس، البته چند قرنیه بتاس ولی گفتن نگهش میدارن، فعلا هم بوده. حالا باز با اختیار خودتون میتونید بتا رو بزنید یا نزنید. من یه نفس کوتاه بگیرم. گفتم که سینگلتون هم وایدسته، یعنی بازترین اسکوپ ممکنه. یه نکته ظریفی هم همینجا بگم، اگر کامپوننتتون اسکوپ داره، کامپوننت هایی که میخوان از این به ارث ببرن که بعدا بهشون اشاره میکنم، باید اسکوپ داشته باشن. یعنی الکی اسکوپ بندی نکنید. من الان اگه به این اسکوپ ها نیاز ندارم، بهتره که کلن حذفشون کنم. این قضیه باز توی تست و توی توسعه اپلیکیشن خیلی میتونه کمک کنه. فکر میکنم اسکوپ رو به اندازه کافی توضیح دادم. برم یه نکته ای رو گفتم، مثالش رو ندیدیم. گفتم که اوکی سی تی بی وقتی پروواید میکنیم ماژور، بهتره که چیزایی که قبل از اوکی سی تی بی پروواید شدن دیگه اسکوپ نزنین دیگه. توی برانچ شماره 4 میتونید اینو ببینید که من اومدم اسکوپ اینا رو هم برداشتم، فقط اوکی سی تی بی رو نگه داشتم. بریم نکته بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم. دگر یه فیچری داره به نام اد بایند. چی کار میکنه؟ ببینید ما یه چیزی داریم، ویو مدل فکتوری. من اومدم ویو مدل فکتوری رو پرووایدش کردم، اینجا گفتم که پرووایدش میکنم، خیلی هم خوب عالی. ولی من ویو مدل فکتوری رو اینجکت نکردم. توی کلاس مین اکتیویتی مگه برم، اومدم ویو مدل پرووایدر دات فکتوری. این چیه؟ این کلاس پدر اون ویو مدل فکتوری است. مگه این اضافات رو ببندم؟ میبینید که کلاس پدره، پس من مجبورم به دگر یه جوری این کست رو بفهمونم دیگه. معمولا میایم اینجوری این کست رو انجام میدیم، میایم میگیم که خب اینو اینجکتش کن و دوباره همونو پرووایدش کن، که ولی تایپش رو عوض میکنیم، تایپ خروجی رو عوض میکنیم. اینجوری به دگر میفهمونیم که آقا این اگر من از این جنس خواستم، شما بیا همینو برای من پرووید کن. اگه یادتون باشه گفتم هر باری که ما این ات پرووید رو میزنیم یا ات اینجکت رو میزنیم، دگر میاد یه دونه فکتوری برامون درست میکنه و این فکتوریه رو همه جا استفادهش میکنه. این کار بدیه. اومدن یه دونه فیچر ایجاد کردن به نام فیچر ات بایند که به شما این توانایی رو میده که به دگر بفهمونید آقا من فقط میخوام کستش کنم، پرووید شده یه جای دیگه، فقط کستش کن به کلاس پدرش. که حالا توی این کیس ویو مدل فکتوری نمونه خوبی داره. ریپوزیتوریمون هم همین اتفاق داره براش میفته، که من اومدم اینجا کلاس ریپوزیتوری ایمپلیمنتیشن رو پروواید کردم، ولی توی اپ ماژول اومدم دوباره کستش کردم. من میتونم به راحتی با یه دونه ماژول ابستراکت بیام اینا رو درست کنم و دیگه اون فکتوری ها رو اضافه رو دیگه نسازم. معمولا یه دونه ماژول بایندر ماژول میسازم، البته این هم بعدن حذف میشه، بریم جلوتر حذف میشه، میسازم و فقط بایند میزنم. چرا یه ماژول جدید باید بسازم؟ چون این ماژول باید حتما ابستراکت باشه. اون یکی کلاس اگه دقت من گفتم اولش دقت کنین کلاس بودن و کلاس ها گفتم نمیتونن به عنوان ماژول، نمیدونم گفتم یا نه، گفتم نمیتونن به عنوان ماژول باشن، ابستراکت کلاس. اینم که دارید میبینید من روش ماژول زدم، فقط توش اد باینده. اگر الان من یه دونه اد پروواید اینجا بزنم، دگر به من گیر میده، میگه این کلاس ابستراکته، این ماژول ابستراکته و من نمیتونم ازش بسازم یا تو نمیتونی ازش برام بسازی. پس تا جایی که ممکنه این کستاتونو با ات بایند انجام بدید و اون اگه بیلد کنین پروژهتونو میرید میبینین اون فکتوری اضافه دیگه ساخته نمیشه. یه نکته خوب دیگه که وجود داره و باز فیچر دگر حساب میشه، البته فیچر که نیست، توصیه دگر حساب میشه، میگن که تا جایی که ممکنه ماژول هاتون رو خالی بسازید، یعنی استیت توش نگه ندارید. باز گفتم استیت یه دونه مثلا ما وریبل ساده هم اینجا تعریف کنید، اصغر. این الان یه استیت حساب میشه برای این کلاس، نه برای این ماژول ها، برای این کلاس. یا این استیت دیگه ای داره به نام کانتکست، این یه دونه استیت حساب میشه. ماژولاتون رو بدون کانستراکتور پارامتر بدید و سعی کنید توش استیت نگه ندارید. من اینو میام حذفش میکنم،
خب الان یه مشکل اینجا ایجاد میشه، چجوری من این کانتکست رو پرووایدش کنم؟ پس خب برای این قضیه که خیلی هم کاربرد داره، دگر اومده یک چیزی رو، یه فیچری اضافه کرده به نام اد باینز اینستانس. اینجوری نوشته میشه، بعدن کاربردش رو نشون میدم. شما میاید این چی میگه؟ میگه که آقای دگر این آبجکت رو، یا خانم دگر این آبجکت رو برای من تو گرافم لحاظ کن، ولی من هیچ جای دیگه اینو نمیتونستم پرووایدش کنم برای تو. پس تو اینو موقع ساختن کامپوننت از من بگیر و توی گراف من هر جا که من به این نوع آبجکت، حالا ما اینجا کانتکست نیاز داشتیم، بهم بدش. دگرم خب بچه حرف گوش کنی و چشمشو میگه. یه دقیقه من همین چیزو چک کنم. خب این نیاز بود. بریم ادامهش ببینیم حالا چجوری این از این استفاده کنیم. من اینو برگردونم، میریم برنچ بعدی. برنچ بعدیمون شماره چند میشه؟ شماره 6. 6 خب ببینیم چجوری از این میتونیم به کار بگیریم. میریم کامپوننتمون رو باز میکنیم. برای کامپوننتتون ببینید، داخل بدنه کامپوننت میاد یه دونه بیلدر درست میکنید، یه اینترفیس بیلدر درست میکنید. برای اون بیلدر باید، حالا اینا رو توضیح میدم الان، یکی از اون فانکشن های این بیلدر اد بایند اینستانس همون میتونه باشه که من اومدم اینجا تایپ اپلیکیشن رو پروواید کردم. حواستون باشه که باید ریترنش حتما بیلدر باشه. این کاری که من کردم، اگر برگردیم به چیز قبلی، برنچ قبلی، پنج رو من پیدا کنم، اپ کامپوننت رو ببینید، تا اینجا خالیه. یعنی هیچ جا من نیومدم به دگر بیلدر براش درست کنم، ولی توی کلاس اپلیکیشن هم وقتی اومدم این کامپوننت رو ساختم، دگر اپ، این کامپوننت رو ساختم، میبینم خودش یه بیلدر برای من درست کرده. دستش درد نکنه، اینا رو میفهمه، خیلی باشعوره، میاد و خودش یه بیلدر، تا وقتی که شما دستکاری اضافه نخواهید بکنید خودش میفهمه و یه بیلدر پیش‌فرض درست میکنه. اما چون من اومدم اینجا الان با اینستنس رو درست کردم، مجبورم بیام اون بیلدر رو خودم درست کنم. ببینید که من مجبورم بیام همه اینا رو اضافه تر هم بهش بدم، یعنی چون ماژولای من رو نمیتونه بسازه و من براش بسازم، مخصوصا این ماژول که ورودی داره کانستراکتورش، دیتابیس ماژول هم همینطور، من مجبورم که بیام اینجوری براش بسازم. حالا ما اومدیم اد بایند اینستنس رو درست کردیم، اومدیم اینجا همه اینا رو ساختیم خودمون، اینا که پیش فرضشه باید خروجیشون بیلدر باشه حتما، همین تایپ بیلدر. اومدم این یه دونه رو بایند اینستنس دادم، یعنی گفتم ورودی که من اینجا دارم تو آبجکت گراف من لحاظ کن، و بازم خروجیش بیلدره. یه فانکشن بیلد هم باید داشته باشه، اینو جز قوانین دگره که خروجیش میشه اپ کامپوننت، کامپوننتیه که میخواد پروواید کنه که حالا پروویدش انجام میده. اگر بریم کلاس اپ ماژولمون رو، ببخشید دگر اپمون رو نگاه کنیم، میبینیم که این بایند اپلیکیشن هم بهش اضافه شده. البته من باید بیلدش کنم، لطفا بیلد نکنیم چون که فن من به شدت اذیت میکنه. بیلد کنیم، اینم بهش اضافه میشه و این قضیه هم درست میشه. و میبینید که این اپ ماژول، این ماژول اپ، این کلاس اپ ماژول دیگه ورودی نمیگیره کانستراکتورش و بدون کانستراکتور شد. حالا این چه خوبی داره؟ چرا ما باید اصلا این کارو بکنیم؟ یکی از دلایلی که این کار بر ما داره، ما میتونیم بیایم هزینه ساخت ماژول هم کم کنیم. ببینید من اینجا اومدم گفتم که خب به خاطر این قضیه من اومدم همه این ماژولا رو پروواید کردم دیگه، ولی میتونم به دگر بگم که آقا اصلا تو کاری با این ماژولا نداشته باش، من یه فانکشن اونجا نوشتم، تو برای اینکه اونو از این دیپندنسی تولید کنی برو اون فانکشن رو صدا بزن و این دیپندنسی برات تولید بشه. چجوری این اتفاق میفته؟ بعد بیایم ماژول هامونو، من یه بار دیگه ماژول هامونو نکنم، یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم قبل از اینکه بریم. این یه کلاس معمولیه، یه فانکشن توش داره، پس من اگه بخوام، یا اصطلاحاً متد توش داره، من اگه بخوام این متد رو کال بکنم باید یه اینستنس از این اپ ماژول داشته باشم. این اپ ماژول، پس من یه دونه اینستنس الکی دارم میسازم که فقط دگر بفهمه بعد چیکار کنه.
حالا من میتونم این سربار رو کمش کنم، بیام این فانکشن هامو یا متد هامو استاتیک کنم به همین سادگی و کارش رو درست میکنم. بریم الان اگه من اپ ماژول رو ببینم، نکردم این کار رو، او ببخشید، اول بریم اول اون رو ببینیم. هش من یه چیز جا انداختم، حالا بریم جلوتر، اب نداره برمیگردیم. بعد استاتیکش کنم. حالا ما چون داریم تو دنیای کاتلین کار میکنیم، دنیای کاتلین چیزی به نام استاتیک وجود نداره. چجوری میتونیم این استاتیک رو تولید کنیم؟ میایم کلاسمون رو، ماژول هامون رو از کلاس تبدیل میکنیم به آبجکت، یک دو بالای تمام پرووایدز هامون از جی وی ام استاتیک میزنیم. این فعلا قراره بعدن این هم اصلاح بشه و این از جی وی ام استاتیک رو هم حذف میکنن. و اگر الان بریم، البته با یه ذره تغییر مجبوریم ببینیم اونو، اگه الان بریم ببینیم اینجا رو، میبینیم که دیگه اون بیلدره نیاز نیست و فقط من باینز اینستنسم رو آوردم اینجا. اون ماژولا رو دیگه بهش معرفی نکردم، خودش میدونه بره ماژولا رو از کجا بیاره. حالا اینجا یه سوال ایجاد میشه، میگه که ما آقا ما اومدیم این آبجکت رو اینجا ساختیم، آبجکت کاتلین معادل اینه که شما یه دونه کلاس بسازی و نگه داری به صورت استاتیک. این درسته تا وقتی که آرایتی وجود نداشته باشه. شما اگه آرایتتون رو درست ستاپ کرده باشین، آرایت یا همون پروگاردتون رو درست ستاپ کرده باشید، میاد تمام پیاده سازیای دگر رو حذف میکنه. یه مقاله جک فارتون داره که اومده کلا اینو توضیح داده، اگه خواستید برید عمیق‌تر اون رو ببینید. یعنی من اگه این کلاس رو به آبجکت تبدیل کنم، در نهایت خروجی API که میگیرم اصلا چیزی به نام اپ ماژول توش نباید وجود داشته باشه و این اتفاق میفته چون همه چی استاتیک میشه. اگه وجود داشته باشه اینستنسش وجود نداره. حالا باز بستگی به ستاپ آرایتیتون داره. حالا من یه کار باحالی کردم، اومدم گفتم که نیم ساعت دیگه وقت داریم فکر کنم، یک ساعت شد، فکر کنم وقتم تموم شده احیانا. اگه میتونید من وقت بدید لطفا. ما اومدیم گفتیم که این کامپوننت رو باید براش بیلدر درست کنیم دیگه. وقتی بیلدر درست میکنید دوباره تایپ سیف نیست، یعنی توی کامپایل تایم نمیتونه به شما بگه که چقدر این دیپندنسی هایی که پرووید کردید کامله یا نه. وقتی رانش میکنید اگه یه ماژول جا انداخته باشید اون وقت میترکه. برای اینکه دوباره این کامپایل تایم به ما برگرده، اومدن گفتن که آقا فکتوری درست کنید. این فکتوریه شما هر چیزی که نیاز داشته باشید توی یه فانکشن داره به نام create، همه هر چیزی که نیاز داشته باشید همینجا می‌نویسید. حتی اگه باز برگردیم به برانچ 7 و اپ کامپوننت رو ببینیم، می‌بینی که من این فکتوری ساختم که فانکشن create‌اش همه ماژول‌ها رو دریافت کرده. اینجوری من اگه حتی یه ماژولم از قصدم جا بندازم، الان بریم تو کلاس دگر اپ، اینجا اگه من حتی یکی از اینا رو هم حذف بکنم، بذارید بیلدش کنم دیگه، استثنان یه دونه رو یه لحظه منتظر شیم سریع بیلد میشه، یه دونه رو اگه جا بندازم، خود کاتلین کامپایلر به من میگه که آقا یه چیزی رو داری جا میندازی از این جنسه و این خطا رو به شدت پایین میاره. پس تا جایی که میتونید و سعی کنید بیلدر نسازید و اپ کامپوننت ایجاد کنید. این نکته رو هم گفتم. یه نکته گفتیم که همه کلاس ها رو آبجکت کنیم و هزینش کمتر میشه. درسته گفتم یه اینستنس کمتر تولید میشه، اما اگه بریم واقعیت ماجرا رو نگاه کنیم، برید پیاده سازی دگر رو نگاه کنید، میبینید که اینطوری نیست واقعا و یه دونه از اون ماژول نگهداری نمیکنه. مثلا من این ماژول اپ ماژول رو دارم اینجا که کلاسه، من گفتم اگه آبجکتش کنیم یه دونه میشه دیگه، درسته؟ ولی اینجوری نیست. اگه دقت کنید میبینید که توی فکتوری هامون پرووایدر ریپوزیتوری فکتوری که تولید کرده برامون، بازم اومده این آبجکت رو نگه داشته. چرا؟ چون نیاز داره بهش دسترسی داشته باشه. پس در واقع یه دونه آبجکت رو شما کم نکردید، شاید بالای 100 تا بستگی به ابعاد پروژه 1000 تا آبجکت رو یهو اینجوری کم میکنید سربارشو. سعی کنید حتما این کارو بکنید، خیلی کار مفیدی. بریم سراغ توانایی بعدی، فکر کنم مورد 8 بودیم. بله، بریم سراغ توانایی بعدی. حالا ما یه چیزی داریم، دگر دو تا توانایی داره، دو تا کلاس فکتوری داره،
به نام پرووایدر و لیزی. این دوتا به صورت پیش‌فرض خودش از پرووایدر استفاده میکنه اگه شما نیازتون نباشه، اما اگه نیازتون باشه میتونید بهش بگید که از لیزی برای من استفاده کن. چجوری میتونیم اینو بهش بگیم؟ اول بریم ببینیم این چجوری، این فکتوری، این پرووایدری که منظورمه. حالا این الان سر ناسازگاری داره اینجا. ببخشید، فکتوری خودش میسازه، ولی وقتی میاد من یه جمله اشتباه گفتم، به صورت پیش‌فرض از پرووایدر استفاده نمیکنه و اون زیر وقتی داره کد رو تولید میکنه از فکتوری استفاده میکنه. این اشتباه گفتم، ولی میتونید بهش بگید که مثلا توی کلاس مین اکتیویتی من این شید پرفرنسز رو نمیخوام همون لحظه که اینجکت میزنم بریم این پرووایدش کنیم، بیا برام ببندش دور پرووایدر. این پرووایدر یکی از کلاس های خود دگره. حواستون باشه که از جاوا اینجکت استفاده کنین نه از جاوا سکیوریتی، این اشتباه خیلی پیش میاد. بعد اگه جاوا سکیوریتی استفاده کنیم یه ارور واضح میده، منتها چون به چش نمیاد خیلی سخت میشه. این یه نکته رو حواستون باشه، منو اذیت کرده خیلی. پس پرووایدر رو ما اینجوری میزنیمش. حالا این چجوری میشه؟ من هر جا بخوام از این استفاده کنم کافیه که یه گت بزنم روش، میاد اینو اینستنس جدید از شرد به من میده. این خیلی خوبه. لیزی هم همینه با یه تفاوت خیلی کوچیک که باز حواستون باشه که لیزی، ببین من خودم اشتباه کردم، لیزی کاتلین رو استفاده نکنید، لیزی دگر رو بیارید ایمپورتش کنید. اینجا لیزی دگر اینجا باشه، جاواکس باشه، اینا استانداردن. اینجا من گت میزنم. بار دومی که من گت میزنم کش شده به هم میده، یعنی نمیاد این سنسو بسازه. اصطلاحا تو این لایه سینگلتونش میکنه برامون، یا آبجکت کش میکنه برای این دوره ساختنش. کجا به کار میاد؟ یه جایی خیلی خوب میشه از اینا استفاده کرد. بریم با هم دیگه ببینیم. خب کجا خیلی خوب به کار میاد؟ یه جایی که خیلی خوب میتونین از این استفاده کنید ساخت رتروفیده. گفتم اوکی خیلی سنگینه، درسته؟ ساختنش خیلی هزینه برداره، اینا همه درسته. ما روش اومدیم، اسکوپ سینگلتون هم زدیم، سینکرونایز هم روش زدیم. خب همه اینا وقتی که داریم اون اپ کامپوننت رو میسازیم، اگر توی کلاس اپلیکیشن اینجکت داشته باشیم، همه اینا رو میاد یهو میسازه و سربار وحشتناک رو میذاره که اگه برید پروفایلش کنید میبینید اینو به چشمتون. این یه دونه رو پریمچر نیست، واقعا این کارو کردم دارم بهتون میگم. میتونید بیاید وقتی دارید رتروفیدتون رو پروواید میکنید، اوکیسی تیپی رو دور لیزی بپیچید و لیزی داشته باشید. این به دگر میگه که فعلا نسازش، فعلا دست نگه دار تا من بهت بگم کی اینو میخوام، فعلا دست نگه دار تا من بهت بگم. بعد خب ما اینجا معمولا میایم یه چیزی ترکید، همون یه دونه که گفتم ترکید. کجاست؟ اگر بهم بگه، اتفاقا بعدم نشد، الان اینجا داره بهم میگه که اشتباه داری پرووید میکنی. اگر بخونید حالا دیباگینگ آنلاین هم بکنیم، کاتلین لیزی رو اومدی پرووید کردی ولی به من نگفتی چی جوری پروویدش کن. خب من کجا اومدم این کارو کردم؟ من توی مین اکتیویتی، اوکی مین اکتیویتی اومدم این کارو کردم. این لیزی مال کاتلینه، نمیفهمه اینو. خب من الان لیزی رو کلا حذفش میکنم. لیزی مال کاتلین بود، بله درست. خب حالا دوباره بیلدش میکنم، میریم سراغ اوکی اچ تی پی کلاینت. ما معمولا میایم اینجوری کلاینت رو به رتروفیت میدیم، درسته؟ کلاینت اینجوری معمولا اوکی اچ تی پی کلاینت رو بهش پاس میدیم. ولی شما اگه بیاید این خط رو پاک کنید، به جای کلاینت بهش کال فکتوری بدید که یه فکتوری خیلی ساده است، بیاید روی کلاینت رو اینجا تازه بسازیدش، هزینه سرباری که برای شما ایجاد میکنه موقع ساخت رتروفید خیلی کم میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما رتروفید رو میاد اینجکت میکنید، مثلا تو کلاس نتورک یوزرز اکتیویتی من اومدم اینو اینجکتش کردم، این به چی نیاز داره؟ این اومدم اینجا پرووایدش کردم، درسته؟ این به رتروفید نیاز داره، پس نیاز داره که رتروفید رو بسازه. میاد اینجا رو نگاه میکنه، رتروفید رو که ساخت، من اینو ببندم، رتروفید رو که ساخت میاد میگه که خب من الان به اوکیستیپ کلاین نیاز دارم. ولی اینجا لیزیه، پس من اینو نمیسازمش الان، فقط نگهش میدارم برای بعدن. بعدن که اولین باری که ساخته میشه زمانی که شما اولین ریکوست رو میزنی، یعنی تا وقتی که اولین ریکوست به این کلاس زده نشده اولین اینستنس اوکیستیپی ساخته نمیشه.
یه پوان مثبت دیگه هم داره، شما اگه همین جوری اینو اینجکتش کنین، اگه دقت کنین من اومدم همینجا مستقیم اینو توی کلاس آن کرییت زدم دیگه، درسته؟ این آن کرییت هم روی مین ترده، پس تمام اینجکشن پوینت های من توی مین ترد اتفاق میفته و اون جنگی که گفتم به خاطر رو مین ترند بودنشه. اما وقتی شما این کارو میکنید لیزیش میکنید، استثناا لیزی نه، ولی وقتی میاد چون کال ادپتر فکتوری پاس میدید رتروفیت، این فانکشن رو روی بک گراوند ترد صدا میزنه و در نتیجه تمام دیپندنسی OKHTTP هم روی بک گراوند ترد ساخته میشه و یه حالت شرایط اصطلاحاً وین وین برای ما پیش میاد.